سلام دوستان من، حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. من منوچهر هستم و این یه ویدیوی دیگه از ذهن طراحه. دیروز در مورد این صحبت کردیم که اگر بخواید شما به صورت خودآموز کار طراحی رو یاد بگیرید، کار نقاشی رو یاد بگیرید، چه کارهایی باید انجام بدید که سریعتر یاد بگیرید، وقتتون، عمرتون، زحمتتون و پولتون هدر نشه. و امروز میخوایم در ادامه دو شب گذشته که روش‌های و کلا مسیرهای اصلی یاد گرفتن طراحی رو در موردشون صحبت میکردیم، در مورد اینکه اگه بخوایم یک استاد خوب داشته باشیم و یک کلاس خوب بریم، اون کلاس یا اون استاد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که ما دوباره وقتمون، عمرمون و پولمون هدر نره. ببینید بچه ها، هر وقت که این سوال پیش میاد، من به اولین چیزی که فکر میکنم اینه که، یعنی اگر یه نفر از من بپرسه که به نظرت تنها ویژگی که یک استاد طراحی نباید داشته باشه که خوب باشه چیه، من میگم ادعا. اگر کسی رو میبینید که مدام از خودش تعریف میکنه، ادعاش میشه و دنبال بحث های این طوری هست، علاوه بر این که ایمان پیدا کنید که چیزی بلد نیست، به این هم ایمان پیدا بکنید که کلن این آدم اصلا رشد پیدا نکرده، یعنی کلن طرز فکرش توی زندگیش اشتباه. ما یک بحثی مربوط به حرفه و کارمونه و یه بحث مربوط به در واقع اخلاقیات و روحیات و منش شخصی خودمون دیگه. به نظر من کسی که میاد ادعا میزنه و یه سری کارهای عجیب غریب میکنه، این آدم مثلا کلا تو زندگیش هم مثلا طرز فکرش اشتباه. خیلی چیزها دیدم که دارم این حرفا میزنم بچه‌ها، خیلی حرفای بچگونه و کارهای بچگونه از خیلی از مدرسا دیدم که اصلا خندم گرفته. کسایی بودن که واقعا حالا تو کار خودشون هم وارد بودن ها، ولی نمیدونم، یعنی یه جورایی بخوام بهتون، نمیخوام اشاره بکنم نه چیزی، ولی میخوام با یک مثال بهتون بگم. قشنگ منو یاد این فیلمای بروسلی مینداخت که مثلا این باشگاه ها با هم دیگه دعواشون میشد. حالا این باشگاه ها کیا بودن؟ مثلا اون آموزشگاه ها بودن، با هم دعواشون میشد. این که واسه اون خط نشون میکشید که مثلا من میام توی باشگاه تو که میشد آموزشگاهه، یه نقاشی میکشم، اگر مثلا برای من بهتر از برای تو بود، اون نقاشی من رو باید بزنی سردر آموزشگاه تا درس عبرتی باشه برات. اینا رو دیدم و اون هم برای عکسشو میگفت که اگه بیام اونجا مثلا من نمیدونم. حالا بگذاریم، یه چیزهای این شکلی و خیلی بدتر از این دیدم. یا مثلا ببینید نقاشی هایپر رئال بچه‌ها خیلی ساله که هست، اصلا از سن منم بیشتره که هست، ولی نمیدونم چرا الان مثلا هنوز یه سری ها میان آموزش هم دارن میدن، میان هایپر رئال مثلا میکشن، میگن که اولین هایپر رئال ایران، اولین هایپر رئال فلان. اصلا هیچ اولینی نیست. اگر میخوای اولین باشی باید خیلی خیلی بلد باشی. کسی که مثلا بهش میگی که حداقل 10 تا دونه از سبک های نقاشی رو بگو، برمیگرده مثلا به شما میگه سیاه قلم، قدر قیافه آدمی شکل نمیشه، بعد 4 تا دیگه چیزم نام میبره، دیگه از اون چه انتظار میشه داشت؟ خب سیاه قلم مثلا سبک نیست که طرف میاد توی آموزشاش به هنرجوش یاد میده میگه شما سبکتون سیاه قلمه. من فقط دوست دارم که اون لحظه بگم که مثلا اگر سبکش سیاه قلمه، بس اون هایپر رئال و رئالی که انجام میده چیه؟ لابد اون تکنیکشه. یعنی تفاوت سبک و تکنیک هنوز این دوتا رو نمیدونه. من میگم مثلا رو سیدی آموزششون هم میزنن، آموزش طراحی چهره به سبک سیاه قلم و نمونه های دیگه مثل این. مثلا خودشون میان برای خودشون استادیار میگیرن، نمیدونم یکی آموزش میدن، بعد
بهش مدال افتخار میدن، بهش مجوز استادی میدن، خودشون به خودشون مجوز استادی میدن. بعد اصلا مجوزی به مثلا مجوز استادی نداریم، نهایتا مجوز مربیگری داریم، کارت مربیگری داریم که اونا باید برن یه سری آزمون بدن که آزموناش هم به شدت ناقصه. خب پس اول استادی رو پیدا نکنید که بلوف بزنه. یه ذره اطلاعات خودتون رو زیاد کنید، یه ذره تو اینترنت سرچ کنید خودتون قبلش در مورد نقاشی، در مورد طراحی، یه سری اطلاعات به دست بیارید. و وقتی که میرید اونجا اگر یه سوتی که اون مدرسه میده بفهمید، پس قرار نیست تو روش بزنید و بفهمید فقط. موضوع بعدی اینه که من این ته تجربه بهم ثابت شده در دانشگاه، یک استادی داشتیم که به شدت سخت میگرفت و ما آخرهای ترم فهمیدیم که این هیچی بلد نیست خودش. ببینید ما مثلا یادم میاد که بچه ها یک چیزی رو مدل کرده بودن، بعد مثلا با یک نرم افزاری بود، نمیخوام اسمش رو بگم، بعد اومده بود که به استاد نشون داد، استاد گفت آفرین با چه نرم افزاری کشیدی؟ میگفت با فایرفاکس کشیدم، با موزیلا فایرفاکس، یه مرورگره، موزیلا فایرفاکس یه مرورگره که میری تو اینترنت باش. به استاد گفت با فایرفاکس کشیدم، استاد گفت آفرین خیلی قشنگه، نرم افزار سختی هم هست، آفرین. اون استاد به شدت به ما سخت میگرفت و شبانه روز فقط داشتیم تکلیف های اون رو انجام میدادیم. و بعدش ترم بعد ما یه استادی داشتیم که اصلا سخت نمیگرفت و اون حرف رو اون زد، گفت معمولا کسایی که سخت میگیرن هیچی بارشون نیست. و بعد دیدیم که دقیقا همینطوره، همون کسی که سخت نمیگرفت خیلی هم بارش بود. قطعا شما هم توی دانشگاهتون به این موضوع برخوردید که یک سری از استادایی که فقط گیر میدن به زدن حضور غیاب و حضور شما، کسایی هستن که میترسن کلاسشون خلوت بشه چون نه بار علمی دارن و نه قدرت جذب دارن که هنرجو یه جوری صحبت بکنه، یه جوری درس بدن که هنرجو دوست داشته باشه که بشینه اصلا سر کلاس، میترسن که کلاس رو خالی بشه. و یه سری استاد دارم که دیدید کلاسش اینجوری همه نشستن دو نفرم جلوی در و اصلا حضور غیاب انجام نمیده، انقدر حرفای حاشیه‌ای و مرتبط و وابسته میزنه و انقدر جذاب میزنه که آدم دوست داره که تو اون کلاس بشینه، حتی برای شنیدن دو تا خاطره که توی درس وسط درس دادنش مثلا حرف میزنه و توضیح میده. پس استادیه که خیلی داره بهتون سخت میگیره، بچه‌ها فکر نکنید که چیزی ازش یاد میگیرید. مورد بعدی اینه که بچه‌ها سن و سال دخیل هست، ولی یه مقدار هوش خودتونم به کار بگیرید. خیلی از استادهای سمبالا هستن، جسارت به استادهای سمبالا نشه، شاکی نشن، من انگشت کوچیکشونم نیستم، اینو جدا دارم بهتون میگم، ولی دیگه شده اینجوری، متاسفانه شده که فقط فکر پولن. یعنی شما میرید سر کلاسشون، 50 نفر نشستن، 20 نفر نشستن، 15 نفر نشستن و استادم نشسته یه گوشه‌ای و هر چند دقیقه میاد یه سر میزنه، یه غیر میزنه اون وسط، این خط تو اونجوری بکش میره بعدی، تو هم این خط تو این شکلی بکش میره بعدی. بعد یک ساعت و نیم مثلا هنرجو سر اون کلاسه. من دیدم کسایی که پیشم اومدن طرف 6 سال رنگ روغن رفته کلاس، بعد در حد متوسط هم هنوز نمیتونه رنگ روغن بکشه، در حد افتضاح هنوز رنگ روغن میکشه چون تو همچین کلاسی رفته بود. و بچه ها بس به سن و سال استادتون نگاه نکنید، ببینید که چی بلده، چطور حرف میزنه. یکی از ویژگی های استادهای خوبه بهتون بگم بچه ها اینه که استادهای خوب، شاید یه مقدار بی ربط باشه، یکم زیاد حرف میزنن سر کلاس، باهاتون حرف میزنن. کسایی که باهاتون حرف میزنن معمولا استادای خوبی هستن، یک سیگنال کوچیک بهتون دادن. و به سن و سال استادتون نگاه نکنید، جوون بود نگید این بلد نیست، اگر پیر بود نگید این بلد هست، و اگر پیر بود هم نگید حتما این بلد نیست. میدونید چی میگم که بچه ها استادی رو
پیشش برید که برای خودش محل کار داشته باشه. هستن خیلی کسایی که توی خونه آموزش میدن، رفت و آمد دارن، توی آموزشگاه آموزش میدن. شاید الان کسایی که توی آموزشگاه آموزش میدن یا تو خونه آموزش میدن، آموزش شد، از این قضیه ناراحت باشن از این حرف من، ولی تجربه ثابت کرده کسایی که قدمت داره آموزش دادنشون و مهارت کافی رو توی این مدت به دست آوردند، طی اون باز زمانی انقدر کار سفارشی انجام دادن، انقدر کار اومده براشون که حداقل لنگ اجاره کردن یک دفتر نیستن و لحاظ ایمنیش هم بهتره که شما پیش کلاسی پیش استادی برید که توی دفترش بید آموزش ببینید، لحاظ ایمنی از همه نظر. پیش استادی بچه ها کلاس برید که بهتون سر میزنه خودش، نیاز نیستش که بیاد شما صداش کنید همش بیا بالا سر من این چی شد اون چی شد. پیش استادی نرید که ازش خجالت بکشید که سوال بپرسید، پیش استادی نرید که مسخرتون بکنه، پیش استادی نرید که با اینکه میدونی داری بد میکشی میگی بهت بد میکشی، پیش استادی برید که داره تشویقتون میکنه، بهتون انرژی میده و در عین حال با زبان خوب ایرادتون رو میگه. یعنی یه وقتی خودمون میفهمیم که داریم واقعا مزخرف میکشیم ولی استاد داره تعریف بکنه ازمون. ولی اگر این طول بکشه، یعنی فقط از شما تعریف بکنه و هیچ ایرادی نگیره، نه این بده، ازتون تعریف میکنه، آفرین خیلی خوب کشیدی، انتظار نداشتم از این شکلی بکشی، خطات خیلی صافه، ولی جای خط ایراد داره. مثلا خود من این شکلی هم معمولا میام خوب کشیدی عالیه، واقعا فکر نمیکردم که بتونی اینجوری بکشی، ولی جای خطت اشتباه، خطو خیلی خوب کشیدی ولی جاش اشتباهه، از لحاظ تصوری از لحاظ آناتومی جاش اشتباه، پس ایراد بگیره ازتون. خب اگر کلا ایراد نگیره، این کلا میخواد شما رو از سر باز کنه و شما سالیان سال اونجا کلاس برید و از شما کسب درآمد کنه. و بچه ها پیش کلاس پیش استادی که میرید، برید ازش تابلوهاشو قیمت بگیرید، مثلا نذاشته برای فروشو میپرسید استاد مثلا اگه شما خواهید بفروشید چند میگید. بعد بچه ها اون شکلی هم نیستش که یه وقتای شما اصلا نفهمید قیمتش چنده و فقط اون میدونه، حس میکنید، میدونی یه وقتای شما مثلا یه فرش دستبافت رو میبینی، واقعا حس میکنی که این گرونه، مشخصه این گرونه، یه نقاشی خیلی پیچیده و خاص و نگاه معلومه این گرون، معلومه وقت براش گذاشته شده. ولی مثلا میری پیش استاد یه نقاشی، حالا میگی مثلا نسبتا خوب داره، بعد بگید که استاد این چند میگه؟ من نمیفروشم اینو مثلا دیوار آموزشگاه است. بعد میگه که شما میگه اگه بخوای بفروشیش چند؟ میگه 100 میلیون تومان. اونو فرار کنید از کلاسش. خب این داره دروغ میگه این آدم. یا مثلا میرید تو یک آموزشگاهی دوباره میبینید که مثلا دو تا رنگ رو پاشیده این شده برام، توی تابلوی بزرگ 2 متر در 2 متر دو تا رنگ نارنجی آبی رو پاشیده بود و در قاب استره کار کرده بود که اصلا فکر نکنم معنیش هم میدونست. بعد پرسیدیم ازش که چند، گفت مثلا این خیلی براش وقت گذاشتم، نمیدونست که مثلا ما اطلاعات داریم در موردش، و خیلی براش وقت گذاشتم، این 10 میلیون تومان ارزون ترین کارم هم هستش. این آدم رو توی رویا و توهمات زندگی میکنن و چیزی رو نمیتونن به شما یاد بدن. و بریم سراغ چیزهای مهمتر در مورد استادها. بچه ها اگر استادی رو دیدید که داره بهتون روی نمونه زنده آموزش میده، بچسبید بهش، بغلش کنید. اگر استادی رو دیدید که توی آموزشگاهش رفتید و یه سری حجم‌ها، شکل‌ها، مجسمه‌ها برای آموزش دادن به شما داره، بغلش کنید. اگر کلاسی رو رفتید که دور تا دورش میز بود، یه عالمه هنرجو نشسته بود و هیچ وسیله آموزشی، منظورم وایت بورد نیست، چیزی که مربوط به هنر باشه، بچه‌ها مثل این میمونه که شما برید توی آموزشگاه موسیقی دیوارش آکوستیک نباشه یا مثلا پایه گیتار نداشته باشن داخل آموزشگاهشون، یا نمیدونم نوت نگهدار نداشته باشن، این سری لوازم جانبی منظورم،
نه اینکه برید ببینید استاد زغال رنگ روغن اینجور چیزا توی محل کارش برای کار خودش هست بگی خب این بلده، نه، چیزهایی که نیازه برای آموزش دادن، اگر نیست اونجا نمونید. اگر میبینید که مدرستون روی جسم ها آموزش میده، وقت میذاره براتون، دورتون جمعتون میکنه، یهو داره در مورد یه چیزی به یه نفر توضیح میده، بعد یه میگه بچه ها راستی جمع بشید، یه نکته مهم اومد توی ذهنم، مثلا سوال فلانی میخوام بهتون توضیح بدم، این استاد رو بغلش کنید. بچه ها استادی که باهاتون راه میاد و این براش مهم نیستش که اگر شما سرما خوردید مریض شدید و غیبت میکنید و میگه من به هر علتی شما غیبتتون رو میزنم، از اونجا فرار کنید. اون استاد بیشتر پول رو داره میبینه تا شما رو. توی هنر بچه استادی رو پیدا کنید که حداقل پول و آموزش دادن به شما رو مساوی ببینه و بهترین حالتش اینه که بیشتر آموزش دادن رو ببینه که کیفیت آموزشش بره بالا. دنبال این باشه که با شما کلنجار بزنه که بیشتر خودش یاد بگیره، خودش بیشتر بتونه تواناییش رو محک بزنه که میتونم بهش آموزش به کسی آموزش بدم یا نه. و یه ویدیو هم اینجا اومد تو ذهنم بسازم در مورد این که یه وقت استادم از یه سری هنرجوها انتظاراتی دارن. نمیذارم ویدیو بعدی خوبه، فرداشا در مورد این صحبت میکنیم که اگر هنرجو هستید و یک آموزشگاه میرید چه ویژگی هایی داشته باشید که استادتون رو اذیت نکنید. جالب، یه جورایی اینطوری میتونید ارتباط بهتری با استاد خودتون برقرار بکنید و هر شاید ارتباط شما مهربونتر بهتر با استادتون باشه و انرژی به استادتون بدید و از شما خوشش بیاد، قطعا چیزهای مهمتری به شما آموزش میده. ویدیو امشبم طولانی شد، نمیدونم چرا، ولی نمیدونم، برام خیلی مهم بود امروز، شاید خیلی مهمتر از بحثی بود که دیروز در موردش صحبت کردیم. دوستتون دارم، ویدیوها رو به اشتراک بذارید، برای دوستاتون بفرستید. بچه‌ها ویدیو رو من میخوام زیرنویس فارسی بذارم که خیلی از دوستانی که ناشنوا هستند و میخوان از این آموزش ها استفاده بکنن، کل آموزش های پیجم رو میخوام زیرنویس فارسی بذارم که دوستان ناشنوا هم استفاده کنن ازشون. پس اگر کسی رو توی اطراف، توی فامیل، توی دوستان رو دارید که ناشنواست، ویدیوهای من و کانال من رو بهش پیشنهاد بکنید، ان شاءالله که مفید باشه براش. دوستتون دارم.